اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگه تظاهرات در ایران جریان دارد. مردم ایران آخوندسالاری را نمیخواهند. تلویزیون فاکس نیوز: کنگره چه کاری میتواند انجام دهد و چه نقشی در رابطه با ایران و آمریکا در شرایط فعلی دارد؟ رئیس جمهور در برابر رژیم ایران بسیار قوی ظاهر شده و از توافق هسته‌ای خارج شده است. ما می‌بینیم رژیم ایران قصد تغییر رفتار خود را به دلیل بیرون کشیدن آمریکا از توافق هسته‌ای ندارد. این سوال همچنان در رابطه با اروپا و شرکت‌های اروپایی باقی است که آیا با رژیم ایران تجارت می‌کنند یا نه؟ نظر شما چیست؟ اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: تضاد اصلی ما با رژیم ایران و تضاد اصلی ما با توافق اتمی این بود که این توافق شامل برنامه موشکی و فعالیت‌های تروریستی این رژیم نمی‌شد. آنها دنبال تولید انبوه موشک‌های بالستیک بودند. ما آزمایش موشک‌های بالستیک آنها در ایران را طی روزهای اخیر دیده‌ایم. این باید مورد بررسی قرار گیرد. ما دنبال این بودیم که شرکای اروپایی را با خودمان همراه کنیم. من فکر می‌کنم که انگلستان و فرانسه کمک کار بودند. آلمان هنوز در این زمینه کمک کار نبوده است. ما باید تاریخ انقضای توافق اتمی را که 12 الی 13 سال است لغو کنیم. در حال حاضر فشارهای اضافه دیگری توسط دولت آمریکا به طور مستقیم روی رژیم ایران وارد شده است. همزمان با این وضعیت شما شاهد هستید که تظاهرات گسترده‌ای در سراسر کشور و در تمامی شهرهای ایران وجود دارد و می‌بینید که مردم برای اعتراض به خیابان‌ها می‌ریزند. ما همچنین تأثیرات مشابهی را در اقتصاد ایران می‌بینیم. ما تورم اقتصادی فوق‌العاده‌ای را در ایران دیده‌ایم و در خیابان‌های ایران مردمی را می‌بینیم که از این رژیم آخوندسالاری ناراضی هستند. دو سوم مردم ایران دموکراسی بدون آخوندسالاری را می‌خواهند. جامعه ایرانی در سراسر جهان در حال پخش برنامه به درون ایران هستند تا با نسل جدید بعدی ایران وارد گفتگو شوند. We need to do more social media into Iran. The Persian community around the world needs to broadcast in and continue that dialogue with the next generation of young Iranians.